خب تهران متاسفانه خیلی عوض بخوام یه فاحشه خونه داشت، تو تهران یه فاحشه خونه داشت. گاهی موقع آقای اسد مهدی قوام میرفت در فاحشه خونه که بعضا تهمت هم به ایشون میزدن که ایشون اینجاها چی کار میکنه. میرفت اونجا یه مرتبه رفته بود به اون، به هر حال مدیر اونجا که یه پیرزنی بود، گفته بود که امروز یه دختر جوانی که سیده باشه نیومد اینجا برای کار، نیومد اینجا. او گفتش که برام ببینم. رفت و یه چند دقیقه دیگه اومد، گفت چرا، یه دختری اومده از صبح تا الان نشسته گریه میکنه. آقای اسد مهدی قوام گفتش که چقدر من پول بدم این دختر رو به هر حال به من میدی؟ یه مبلغ سنگینی گفت. آقای اسد مهدی قوام با خودش پول زیاد آورده بود، اون مبلغ رو داد و گفت اون دختر رو بیار. اون دختر رو آورد، این دختر گریه میکرد، اومد بیرون. یه مرتبه دید یه سید روحانی، گفت که چیه با من چیکار داری؟ گفت شما سیده هستی؟ گفت بله. گفت من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم، برو هر چقدر میشه پول بده، این دختر سیده است، به خاطر فقرش رفته تو فاحشه خونه، برو سریع از اونجا درش بیار، به خاطر فقرش رفته. پول داد، این دختر رو از اونجا آورد بیرون. بعدش هم یه زندگی براش فراهم کرد که دیگه به هر حال به اندازه کفافش زندگیش رو تأمین کرد. دلسوز بود، بیقرار بود. یه دهه محرم رفته بود یزد، دهه محرم که تمام شده بود، یه مثلا 600 تومن هدیه و صله بهش دادن، توی پاکتی 600 تومن مثلا بهش داد، ایشون گذاشت تو جیبش، اومد تهران. یکی از رفقاش همراهش بود، گفت فلانی میه با هم یه جایی بریم. گفت من خدمت شما هستم. با هم رفتن تو سمت بازار تهران، یکی از این به هر حال خونه ها و یکی از این کوچه های فقیر نشین. سر کوچه های اسد مهدی قوام وایساد، این پاکت پول رو در آورد، به رفیقش گفتش که پلاک فلانی یه خونه ای اونجا هستش، برو به اون خونه بده این پول، بهشون بگو امانته، مال شماست، امانتی. اون رفیقش گفت که حاج آقا چرا خودت نمیری بدی؟ گفت نه، منو میشناسن خجالت میکشن، منو میشناسن خجالت میکشن، شما برو بگو امانت. این رفیقش رفت، آقای اسد مهدی قوام هم یه مقدار دورتر شد. وقتی یه چند دقیقه دیگه برگشت، رفیقش گفت حاج آقا اینا کی بودن؟ من وقتی پول رو بهشون دادم گریه افتادن، گفتن ما نون نداشتیم بخوریم، خدا خیر بده هر کسی که این پول رو به ما رسون، ما نون نداشتیم بخوریم. بعد با هم دیگه راه افتادن، به هر حال یه مقدار که دور شدن، آقای اسد مهدی قوام گفتش که فلانی 5 ریال داری به من قرض بدی فردا بهت میدم 5 ریال. گفت ای خودت که این پاکت رو دادی اونجا؟ گفت بله، اونا نیاز داشتن، حالا 5 ریال بده من پول بگیرم نون و پنیری بخرم ببرم خونه، 5 ریال فردا بهت میدم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن میگه اونایی که بیقرار هستن به دیگران میرسن ولی خودشون هم نیاز دارن. مؤمن یه محکی که میتونه خودشو بزنه، ببینی که تو این پیوندها چقدر از یک برادر دیگری که اونم برادرشه چقدر دردش میاد، از درد او. اصلا جلوه‌ای از رابطه‌ای که بین مؤمنین و امامشون هست، شما همتون شنیدید بین شیعیان و ائمه یه رابطه‌ای هست که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. با حزن اهل بیت شیعیان محزون میشن، با خوشی اهل بیت هم خوش میشن، چون با هم دیگه سنخیت دارن. شیعه با اهل بیت چون با هم سنخیت دارن، از یک تینت هستن به یک معنا، از خوشی اونها خوش میشن و از ناخوشیشون ناخوش. برعکسش هم هستا، اهل بیت هم از خوشی شیعیانشون خوش میشن، از درد شیعیانشون دردمند میشن، برعکسش هم هست. رومیله یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، میگفت من تب داشتم، تو هفته تب شدیدی داشتم، روز جمعه که شد دیدم تبم یه مقداری آروم شد و حرارت بدنم اومد پایین، به خودم گفتم که حیفه امیرالمومنین علیه السلام امروز نماز میخونه، نماز جمعه، حیفه نماز جمعه رو درک نکنم. بلند شدم رفتم تو مسجد کوفه، آقا داشت خطبه میخون، میگفت تو بین جمعیت نشستم، یه چند دقیقه که نشستم تبم عود کرد،
دو مرتبه حرارت بدنم رفت بالا، سرم درد گرفت. هی به خودم تلقین میکردم که باش بشین، حیف نماز آقا رو درک نکنی. خطبه تمام شد، نماز تمام شد، پشت سر امیرالمومنین از درب مسجد کوفه اومدیم بیرون. من پشت سر آقا داشتم میرفتم، حضرت برگشت که رومیل چت بود، درد میکشیدی. گفت آقا یه تبی بود وسط هفته داشتم، امروز آروم شده بود. اومدم نماز، دو مرتبه عود کرد، دو مرتبه برگشت. حضرت امیر علیه السلام فرمود ما هم درد میکشیدیم، ما هم درد میکشیدیم. گفتم آقا شما هم؟ فرمود بله. ما من مؤمنن یمرز الا مرزنا به مرزه. هیچ مؤمنی نیست، مؤمن تو فرهنگ روایات ما یعنی شیعه، هیچ شیعه ای نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض بشیم با مریضی او.